سلام بابا. سلام علیکم. خسته نباشی. شما خسته نباشی دختر گلم، دختر خودم. چطوری؟ خوبی؟ سلام آقا عماد، خسته نباشی. سلام از ماست رهنا خانم، شما خسته نباشی. شما خوبی؟ شکر ممنون. چه خبر شده بابا؟ امشب انقدر حالت خوبه؟ نه عماد، الان مثل همیشه است، همیشه خوبه. ولی تو این یکی دو هفته امشب از همه شبا بهترم. خبری شده؟ خبری که نه، ولی یه سر نخواهی به دست آوردی. خب میدونید هنوز چه قطعی نشده، تازه این یه رازه، من نمیتونم بروز بدم. منو ببخشید. باشه نگین، ولی لاقل میتونین امشب یه شام درست حسابی بخورین یا نه؟ اون که بله. پس منم میرم از همون سالادو که خیلی دوست داری برات درست میکنم. اجازه بدید. ممنون، دست شما درد نکنه، همین کافی. خیلی ممنون. نادا جان بگو دیگه، من مردم از ترس. ترس واسه چی؟ نمیدونم چرا اصلا اینقدر اضطراب دارم. آروم باش، غذامونو بخوریم دربارش صحبت میکنیم. آخه نادر جان، مگه با این اضطراب غذای گلوم پایین نمیره که؟ بگو دیگه. آخه گفتنش خیلی ساده نیست. پس وای به حال من که میخوام بشنوم. آره؟ بعضی چیزا گفتنش خیلی سخت‌تر از شنیدنشه. باشه تو هر چی میخوای بگی بگو، فقط تو رو خدا زودتر بگو، دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم. ببین بیتاب، حتی رودخونه‌های خیلی بزرگ، یه جاهایی یه نهری ازشون جدا میشه. نادر برو سر اصل مطلب، من آمادگی شنیدنش رو دارم. باشه سعی خودم میکنم. ببین تو دختر تحصیل کرده ای هستی، منم درس خوندم. ما میتونیم به مسائل پیرامونمون خیلی خوب نگاه بکنیم، مشکلاتمون رو حل بکنیم، خیلی منطقی. مشکلاتی که برای آدمای معمولی و عادی شاید مثل یه حیوله باشه، برای ما نیست، چون میتونیم منطقی بهش فکر بکنیم بدون اینکه هیچ احساسی رو دخالت بدیم. خب اینا که گفتی یعنی چی؟ یعنی که تو تصمیم گرفتی بری تهران؟ آره این تصمیم رو گرفتم. ولی میدونی من تو چه دوراهی افتادم دیگه؟ آره برای همینم هم نمیخوام تو این دوراهی نگرت دارم. منظورت چیه؟ ماجرای همون رودخونه هست. دو نفر آدم وقتی در کنار همدیگه هستن نباید جلوی پیشرفت همدیگه رو بگیرن، باید کاری کنن که طرف مقابلشون آزاد باشه. خب من خیلی فکر کردم، خیلی. یه راه فقط مونده، اونم اینه که نادر حضرت خواهش میکنم. نادر ببین، من تو میدونی من خیلی به تو وابستم. نادر تو رو خدا، اصلا چیز پیچیده ای نیست. ما میتونیم رابطمونو مثل قبل داشته باشیم، ما مثل دختر خاله و پسر خاله قبلنیم، هیچ مشکلی نیست، هیچ اتفاقی پیچیده ای نمیفته. نادر ببین، من اصلا اون رابطه رو نمیخوام. اگه میخواستم اونجوری ادامه پیدا کنی که به خواستگاری جواب بله نمیدادم. منو ببخش، من تصمیم خودم رو گرفتم. باش، میدونم که تو نمیخوای گریه منو ببینی، من میرم که تو نبینی. خوبه؟
خب دخترم بگمونم تا کجاشو خوندی؟ تا اونجایی که حمید و مرتضی رفتن طرف اون خونه. باریکلا پس خیلیشو خوندی. اگه میدونستم اینقدر علاقه مندی ما بخشم میدادم بهت بخونی. ما بقیش؟ پس چی فکر کردی؟ این ششمین دفتر خاطرات از 8 سال دفاع مقدسه. 5 تا این طرف خاطره داره، 7 تا اون طرف. یعنی شما 13 تا دفترچه خاطرات جنگ دارین؟ درسته. من که گفتم نادر استعداد نویسندگیشو از بابات به ارث برده. ولی من فکر نکنم نادرم اینقدر تا حالا نوشته باشه. نه، نادر اخلاقش برعکس من. اون خیلی وسواس داره، به خاطر نوشتن یه جمله شاید یک ماه فکر کنه. این نادر شما رو همه چیز وسواس داره بیچاره. بیتا نرگس. بله میدونم آدم نباید پشت سر برادر بزرگش اینجوری حرف بزنه. خاله سوسکی خب واسه چی ناراحت میشی؟ تفلک خاله سوسکه، چون چند سال دیرتر از داداشیش به دنیا آمده باید لال شه. خاله سوسکه قر میکنن. مگه خاله سوسکه نادره که هی علکی قهر کنه؟ هرچند میدونم مامان خانم آدم نباید پشت سر برادر بزرگش اینجوری حرف بزنه. خب اگه قهر نکردی پس کجا داری میری؟ دارم میرم دفترچه آخری رو بخونم که از فردا بقیه نوشته هاتون رو شروع کنم دیگه. آفرین. بفرمایی. هنوز درد داری؟ خیلی آجی، خیلی. مگه مسکن آجی اثر نکرد؟ نه بابا، لعنتی اگه سیخ داغ دارن میکنن تو چشام. آجی تو بچه ها چه قرار؟ شاید 10 جمعه. واسه خاطر همینه که میگم همین جان الان باید حرکت کنیم. شما بریم، من نمیتونم بیام آجی. یه چی شده آخه همین؟ 10 کیلومترها کم نیست، من با تو باشم نمیتونید برگردید آقا. مگه نمیدونیم دو نفریم حمید؟ دو نفرم که باشی یکی 5 کیلومتر بهتون میفته، بازم نمیتونید برگردید، خسته میشید. حمید جان من 10 کیلومتر برگشتم که دقیقا فقط تو رو ببرم. همین حاجی را بیفتیم دیگه، دیر میشه. روحالی حمید جان بلنش. روحالی روحالی بلش کن کار تو نیست مرتضی. بیا بری توفنگ رو بیا. بله سلام اینا جان، خوبی؟ ممنونم، متشکر. نه بابا مزاحم چیه؟ خوشحالم کردی. نه داشتم دفترچه خاطرات بابامو میخوندم. آره در موردش باهات صحبت که کردم. برای پایان نامم میخوام روش کار کنم. آها تو چی؟ فکر کردی؟ مینا جان این داره شارژش تموم میشه، من میرم بیرون با اون یکی گوشی باهات صحبت میکنم. چند لحظه فعلا. دست درد نکنه. شهر کوچیک همینه دیگه، همه به هم وصل. این ور شهر یکیف میزنی میبینی طرف اون ور شهر دخترم و یه پسرخاله
دست دیزید از آب در اومده. حالا چرا اینقدر دیر کردی تو؟ ایچی بابا، از خونه تا اینجا پیاده اومدم. واه، این همه راهو چه همتی داری داشته میش؟ نه پول داشتم نه ماشین گیر میومد، چی کار میکردم؟ پس اون 1000 تومانی که از خانواده شهید گرفتی چی شد؟ اونا که نباید خرجش کرد. قدم هرد نکش چایی رو بابا، حالم به هم خور. سلام. تو که هنوز خوابی؟ بالاخره بعد از 10-15 روز شب راحت خوابیدم. راستی سلام. اگه میدونستم دیرتر باید قرار میذاشتم. خواب دیشب به خاطر امروز صبحه. آقا مرتضی وقت نداریم، بریم. لیست بچه هاست؟ آره، لیست تمام بچه هاست، غیر از یکیش که مربوط به خودمه. همون شب ابراهیم برام نوشته بود. جدی؟ بریم. میگم به نظر تو اگه جدا جدا بریم بهتره با هم بریم در خونه ها؟ هر طوری تو بگی، ولی من فکر کنم آقا مرتضی اگه یکی یکی بریم بهتره، زودتر تموم میشه. قبلت. حالا واقعا تصمیم خودتو گرفتی؟ میخوای نامه رو برسونی؟ اخلاقمون میدونی که یا یه کاریو نمی کنم یا وقتی شروع کردم بهش عمل میکنم. ولی حالا وضع فرق میکنه داشامی. دیگه چه فرقی میکنه وقتی که حالا دیگه ما رو شناسایی کرده؟ منم همینو میخواستم بگم، وقتی شناساییمون کردن دیگه چه فرقی با حالمون میکنه که نامه ها رو برسونیم یا نرسونیم. میگم من یه پیشنهاد دارم، چطور نامه ها رو بدیم دست فاطمه خانوم، خودمونم یه چند وقتی همچین آفتابی نشیم تا آبا از آسیاب بیفته، چطوره؟ که تا آخر اون پنهون باشیم. ها گفتم یه مدت، بعد یه مدت دوباره برمیگردیم سر خون زندگیمون دیگه. اگه پرونده واسمون وا کرده باشن تا نگیرن اون که ولکن نیستن. یعنی واقعا برای اون پرونده باز کردن؟ تو مجبور نیستی دنبال من را بیفتی و هر کاری من کردم تو هم بکنی. شمیر، تا حالا ما کی رفیق نیمه را بودیم که این بار دوم باشه؟ ها این دفعه حسابش فرق میکنه سیاه. نداشت، ما بیدی نیستیم که با این بادا همچین بلرزیم، رفاقت یادمون نمیره. بحث رفاقت نیست داداشم، نمیخوام پاسوز من بشی. شمیر، قربون شکلت، اونی که باید بیرون باشه توی، نه من. چرا؟ به هر حال ما حبس کشیده ایم، همچین چم و خم اونجا دستمونه. 5 روز زندان خیلی زیاده ها؟ فرق نمی کنه چه 5 روز چه 5 سال، توفیری نداره، حبس کشیده حبس کشیده است دیگه. دومم، شما باید بیرون باشی بالای سر آقا رضا و فاطمه خانم و مهسا. آخه بچه، ننه تو هم که غیر تو کسی رو نداره. نشمی، تو وقتی شما باشی خیالم از بابت مولیتاچ تخت تخت. عدت در بیارم عدامو؟ خیلی ناکرتم. حالا خودتو در بیار. نمیخوری؟ بیا، اصلش مال تو. آقا مرتضی،
چرا جلوی آدرس ها علامت زدی؟ خب اون آدرس هایی که مربوط به شماست تقریبا تو یه مسیر. با این تقسیم بندی چه تو کردی تا بعد از اون تمومه؟ آره، ولی به شرط این که همه به آدرس ها باشن. راستی مرتضی، تو فکر میکنی اگه آدرس ها تغییر کرده باشه اونا اونقدر پشتکار دارن که دنبال بکنن؟ بعید میدونم. فقط ما اونایی که هستن میریم سر میزنیم، اونایی که نیستن علامت میذاریم جلوشون، بعدم میریم سر میزنیم. ببینه آدرس امیرعلیو که برا من نزدی؟ نه، چون تو مسیر تو نبود. مرتضی یه موقع نری سراغش. درسته که من هوش حواسم اندازه شما نیست، ولی انقدرم بیهوش نیستم. ببخشید فرمانده، نمیخواستم جسارت کرده باشم. راستی مرتضی، ماشینو تو ببر. من احتیاجی به ماشین ندارم. قد یادت باشه هم شماره همراه منو هم شماره همراه خودتو بهشون بده. خب ببینم تو اول از کدوم آدرس شروع میکنی؟ من اول میرم یه سر درمونگا میزنم. درمونگا؟ بله، میخوام در مورد پدرش باهاش صحبت کنم. آقا مرتضی برادر من، اینا همش بهانه است. اگه شما تلقین نکنی بهانه نیست. بیا با هم میریم تا یه جا میرسونمت. سیامک بجام زور شد. بابا برم که نمیتونه از سب تو الان میام. تا شب باید کلی نامه برسونیم دست مردم. بابا حالم نکن که افت رفتی دهنم. ده مگه میخوای بری خواستگاری؟ خودم جدیدی داشتمی. شاید امروز بخت با ما یار بود خواستگاری هم رفتیم. درست صحبت کنم. تو خداییش جون امیر، سالی دوبارم خونه خودتون عموم میری؟ اونجا فرق میکنه نشمی، اینجا عمومش خارجکیه، این قصد میمونه، وان داره، وان. چقدر؟ چی چقدر؟ اولا چقدر میگیری که زود بیای بیرون؟ دومن چقدر میگیری دست از سر کچل ما برداری؟ زود باشدی که بابا دیر شد. آقای سیامک خان، جون همین داش امیرت که دوستش داری، زود باش همچی خواهد گربه شور کن بیا بیرون، دیرمون شد. راستش تا حالا فرصتش پیش نیومده که برم بخوابونمش بیمارستان. من یه دوستی دارم که توی یکی از این صندوقهای قرض الحسنه مدیره، کارای خیر انجام میدم. اتفاقا دیشب باهاش صحبت کردم، قبول کرد که برای انجام این عمل وام بدم. دست شما درد نکنه، البته نیازی نیست. یعنی من که نیازی نیست، ولی گفتم که حالا که این شرایط موجود هست چرا شما پول یه جا بدیم؟ اون وقت اقساطش به چه صورته؟ چیزی نیست، ماهی 15 الی 20 هزار تومان بیشتر نیست. آقا مرتضی من چطور از خجالت شما در بیام؟ خواهش میکنم، اختیار دارید. من هنوز شرمنده شما هستم. از بابت چی؟ خب اول اینکه بابت اون همه پذیرایی که دیشب کردیم. حاج آقا من الان میام خدمتتون، ببخشید. منم با عزتون دیگه مرخص میشم. نه خواهش میکنم تشریف داشته باشین. یعنی من میدونم برای چی اومده اینجا. باور کنین تعارف نمی کنم. من امروز مرخصی گرفته بودم که به کارهای خودم برسم، اصلا نتونستم. مرخص میشم. خب پس من از شاید خدمت پدر رسید. خیلی ممنون، خدا پشت و پناهتون. خدا نگه.
تو مگه دفعه پیش قول ندادی دیگه نیای اینجا؟ خب دلم برات تنگ شده بود. تو رو خدا بهت التماس میکنم آقا جون، بین من و تو هر چی بوده تموم شده. زود باش دیگه بابا. تیپم ردیف داش؟ آره خیلی خوش تیپ شد. پس چرا ماشین رو نیاوردی؟ ارزونی خودش، با موتور صفاش بیشتره. زده حال زدی یا بابا، سه ساعت موامو درست کردم پشت موتور که به هم میریزه. موات به هم میریزه ها؟ ای نکن دیگه داشتم، این اذیت نکن دیگه. خیلی خب با موات کار ندارم، اذیتت هم نمی کنم. بین اینو بگیر، اذیت نکنی ها. میگم ساکو بگی با موات کار ندارم. سوار شو بریم. مواظب باش، مواظب باش لیز نخوری تو این برفا. ما هم یه موتور رو داریم از دار دنیا. خیلی خب بده عقب موتور رو انقدر حرف نزن. بها خدا تو رو آفریده فقط حرف بزن. آره دیگه داشت. بفرمایید. سلام خواهر. ببخشید منزل حاج آقا نبی صلواتی همینجاست؟ بله بفرمایید. سلام. سلام. ببخشید منزل شهید علی چیتسازان؟ نه اینجا خونه ماست. آقا کوچولو نمیدون کجا رفتن؟ نه
فکر کنم خودشه. مطمئنی؟ آره داشت. خیلی خوب، بریم. بریم. آخه خواهر من، اگر به فکر آبرود بودی که قرضتو پس میدادی. نگفتم پس نمیدم، گفتم فقط یکم به ما مهلت. میدونم پس نمیدی، یعنی نمیتونی پس بدی. به خاطر همین میگم زهرا رو بفرست بیاد کارگاه که هم قرضتو از حقوقش کم کنم، هم لااقل یه کمک خرجم برای خودت باشه. زهرا باید امسال خوب درس بخونه، بلکه بره دانشگاه. قرضشو میخوای از کجا بیاری بدی؟ ببخشید، منزل شهید نداف اینجاست؟ بله، چیکار داری؟ شما مال این خونه هستین؟ نه خیر، من همسر شهید هستم. امری داریم بفرمایی. واقعیتش اینه که یه نامه ای از دوران جنگ به دست ما رسیده خواهر. بالاخره نگفتی چه کار میکنی؟ زهرا رو میفرستی بیاد کارگاه یا نه؟ چی گفتی؟ عرض کردم که یه نامه ای از دوران جنگ به دست ما رسیده. بله، یه بهانه پیدا کرد برای پیچوندن ما. رفقاش گفته بودم وصیت نوشته ولی نرسیده. پس بالاخره رسید. ای خدا، این ننه من غریبم بازیار برای کسی در بیار که نشستته. یا قرض من رو پس میدی یا زهرا رو بفرستی بیاد کارگاه. آقا جونم یکم آرومتر، واسه چی اینقدر آبروریزی در میاری؟ آخه ببینم، اگه پول خودت هم گیر بود همین حرفو میزدی؟ حالا چقدر طلب داری که داری اینقدر آبروریزی در میاری؟ به تو چه؟ من مفتشی. ببین آقا، با داشمیر ما درست صحبت کنه، وگرنه با من طرفی. 150,000 تومان. آخه آدم سر 150,000 تومان میاد اینجوری آبروریزی میکنه برادر من؟ آخه لگن، تو 100 تا دونه تک تومانی تجربت پیدا میشه که راجع 150,000 تومان پول این ریختی حرف بزنی؟ لگن ها چی بگی آدم؟ آقا شما خوبی، بزرگی، ماشاءالله دست به زن داری. آبچه خلاصش کنم، این نامه رو شوهر خدا بیامرز شما نوشته. خیلی خوب، گفتی گروه تو گم کن برو. ببین داشته میرین آقای متاسفانه همچین یکم بیادبه. البته تقصیر خودش نیست، بیچاره تربیت خانوادگی نداره، بهتره دهن به دهن باشنش. بیا بریم. آره دلقی، زودتر هری. یه خیال سیاه، اینا که همیشه اینجا نیستن. ما همیشه اینجا هستیم، از فردا دیگه پاتوق ما همینجاست. چی میگی؟ همیشه اینجایی؟ همیشه اینجایی. پس وایس تا برگردم. وای میسی. منتظریم، منتظریم. برو بیا. چه پر روی خدا از برادری کمتون نکنه. ببخشید دیگه، شرمنده، ما نمیخواستیم دیگه. خواهرم، خدا هیچ بنده ای رو محتاج نامرد نکنه. سلامت باشید آقا. با اجازت. زحمت. آقا سیامک بریم. 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 ببخشی سیا بیا. سیا بیا. خود سیا. یا بریم میخواد رکب بزنه.
چیزی نیست، الان برسونم بیمارستان. بیا بریم داشت امیر ولش کن. مگه نمیبینی داره میمیره؟ زدیدی را کم زد. بیا دوباره بیلا بارا. آخه چرا تو منو باید باسوس بشم؟ بیا بهت بگم بارا هفت گوش بده، یکیمون باید باشه. بارا بیلو بارا بارا ده باشه دیگه میرم. یه ساعت دیگه صدام کنید بیام سرامشو بکشم. بله چشم. سلام جناب سرحد. سلام از ماست آقا امیر. ما چطوره؟ هی بد نیست، حالش خوبه، خیلی ممنون. چرا ایستادی؟ خسته میشی؟ بگی بشین. اب نداره، طرفمون ناشی بوده، یه خود محکم بسته دست وضعیت شده، چیزی نیست. میشه ازت خواهش کنم یه چند لحظه بیرون باشی؟
معلومات چی کار میکنه مرتضی؟ بالاخره برم یا نرم حاجی؟ خیلی خوب، هر تو جناب سر همینجا هم کارا بکن. چشم. برادر من معلومات چی کار میکنی؟ آخه اما جون این چه کارایی تو میکنی؟ یعنی چه؟ تو اگه جمعه بودی چی کار میکردی؟ عزیز من آخه دستبند رو به دست آدمای جانی و قاتل میزنن. نفهمیدم ایشون دوز خلافکار نیست؟ نه خیر نیست مرتضی، تو رو خدا حساب اینو از خواهرش جدا کن. والا به پیر به پیغمبر موضوع این نیست. یعنی چی؟ خب اگر این نیست به من بگو چیه؟ بگذاریم که نامه بگردون رسن چند
روشن کنه، آرام شمه سینه چار. گرچه از نور نرسیده است به من خواهی پندار، پشت درهای زمین جاذبه نیپنهان است. ای خوشان بود که برماسی از دل خواهد.